به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین خیر هستین جور و صدمن باشین شاگردای عزیز و گرامی به مضمون ریاضی صنف هشتم بسیار زیاد خوش آمدین خب شاگرد عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با همدیگه دیگه درست است و فصل چندم هستیم فصل نهم رابطه و تابع را با همدیگه دیگه درست است و درس دوم میشه درس امروز ما و شما اما عنوانی که ما و شما امروز باید بخوانیم دو عنوان ما و شما میخوانیم اول چی رو میخوانیم مجهول و متحول میخوانیم و بین از دو یک فرق است باید رو بفهمی که متحول چی است و مجهول چی است، درست است و بعد از اون چی رو رابطه را با هم دیگه خب شاگرد عزیز قبل که درس شروع کنیم اول از همه تشکر میکنیم از شاگردایی که کارخانه به ما روان کردن و اونایی که روان نکردن به خیر به ما و شما چی کنن کارخانه روان کنه به ما درست است خب شاگرد عزیز از چی طریق روان کردن از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 -413. درست است اگر کدام سوال دارید میتونید پرسان کنید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگرد عزیز و گرامی میریم سر تخته درس شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است؟ عنوان اول ما و شما متحول و مجهول است و باید بفهمیم که بین متحول و مجهول چه تفاوتی وجود دارد درست است؟ پس نوشته میکنم در سر تخته متحول و مجهول خب شاگرد عزیز فرق هر دو چی است یک مثال کار میکنم در مثال باز تشریح میکنم که بفهمیم فرق متحول و مجهول چی است با عنوان مثال به ما و شما اینی رو داده دقت کنید دو شاگرد عزیز زب داره خانه خالی جمع دایره مساوی با ده گفته که ده خانه خالی و دایره شما عدد قیمت واسکو صحیح خب من به جای خانه خالی هر عدد میتونه واسه کنیم درست است به عنوان مثال ما به خانه خالی اگر یک واسه کنیم چی میشه شاگرد عزیز یک واسه کردیم صحیح است پس ما خانه خالی رو چی ماندم یک پس دو ضرب در یک میشه چند میشه دو به دایره با چه عدد واسه شو؟ که جمع از یاردو شود ده آفرین یا گفتن او که گفتن هشت پس دو ضرب در میشه دو جمع از بعد اینجا با چند باید واسه کنیم هشت واسه کنیم پس دو جمع هشت مساوی پس ما بعد خانه خالی در کردیم دا درست خب، حالی من اگر به جای خانه خالی بادم پس دقت کن شاگرده عزیز خانه خالی رو ما کردم. یک نتیجه گرفتیم که دایره باید چند باشد؟ باید اشت باشد. درست است اگر خانه خالی رو ما کنم دو چرا قبل میشه؟ به جای خانه خالی من دو وضع کنم شاگرده عزیز. چی میشه حالی دایره اش میشه نه خیر نمیشه دیگه دو دو چار چار جمع چند میشه ده آفرین چند شش پس به 8 باید چی نوشته کنیم شش وز کنیم پس اگر خانه خالی رو دو کنم ما باید نتیجه بگیریم که دا دایره باید عدد 6 وز شوه سیست پس اگر خانه خالی رو ما باز سه وز کنم چی میشه دو سه شش دا دایره با چند شوه؟ آفرین 4 چون شش جمع چار میشه با ده پس اگر شاگرد عزیز خانه خالی را عدد سه کنم پس چی میشه؟ دایره چی میشه شاگرد عزیز؟ به جای دایره چی وز میشه؟ چک میکنیم؟ دوی سه هست دیگه نه؟ سه وز کردیم دوی سه چند میشه؟ شش میشه شش جمع چند؟ ده میشه شش جمع چار پس به جای دایره باید عدد چند بر شود؟ چار وز شود پس در اینجا باید چار شود خب پس ما به جای خانه خالی هر عدد میتونه کنیم شکر به جای خانه خالی هر عدد, من دلم شوه کنیم. عدد دلخوا. ما دلم شما میتونم عدد مثال من خانه خالی رو یا منفی منفی هم بتونه واسه کنه منفی دو منفی یک منفی سه هر چی دلت شد سیست خب صفر واسه میکنیم و دایره رو میرم دریافت میکنیم دایره چند میشه دایره اگه دریافت کنیم شوگر عزیز صفر واسه کنید دو ضرب در صفر میشه صفر صفر جمع چند میشه ده باید در جای خانه در دا جای دایره باید عدده در واسه کنیم آفرین سیست پس دقت کن شوگر عزیز ما خانه خالی را چی کردیم هر عدد دلم شد واسه کردم و دایره نظر بعد قیمت خانه خالی دایره دریافت کردیم پس ما به جای دایره هر عدد مانده نمیتونیم مگم که باز بیایم چی کنیم شاگرد اول شاگرد عزیز اول بیایم اول دایره رو وضع کنیم و بعد خانه خالی رو دریافت کنیم سیست باز دقیقا جای از یه اردو تبدیل میشه پس اول اگه من یک وضع کنم باز باید خانه خالی رو عددش دریافت کنیم که باید دو چی عدد وصل شود خب فعلا ما همی... امی... که نوشته کردیم خانه خالی را شاگرد عزیز ما هر عدد دلخواه وضع کردم و چی شد دایره نظر به قیمت خانه خالی دایره دریافت شد به این خانه خالی میگیم چی متحول چون هر عدد دلخوا میتونیم وضع کنیم و به دایره میگیم چی مجهول چون قیمت از دلخا نیست قیمت از نظر به قیمت خانه خالی دریافت میشه درست است پس فرق متحول و مجهول فا متحول هر عدد دلخواه به جای او وضع میشه قیمت دلخواه هر چی دلت شد فیست اما مجهول چی است مجهول نظر به متحول دریافت میشه هر عدد دلخواه ما نمیتونیم وضع کنیم سایست خب پس ما اگه ما متحول بگیرم این میشه مجهول و اگر شاگرد من ما را متحول بگیرم این مجهول میشه چون ما دا دا دایره هر از دلخواه میتونم واسه بعد خانه خالی رو باید دریافت نظر به دا دایره دریافت کنیم ولی فعلا ما متح... خانه خالی یا مربع را چی گرفتیم متحول گرفتیم و دایره را مجهول گرفتیم سایست شاگرد عزیز پس در فعلا این دایره ما و شما چی مربع ما یا خانه خالی ما میشه متحول و اینی چی میشه اینی میشه مجهول فامد فرق از هر و چی هست دیگه درست شاگرد عزیز پس متحول به جای از او هر عددی که دل شد دلخوا میتونی قیمت گذاری کنی هر دل شد وزن کنی دو اما به جای مجهول دیگه هر عدد نیست مچول نظر به متحول دریافت میشه اگر متحول چه اگر متحول یک باشه خود چی مچول هشت میشه اگر متحول دو باشد مچول شش میشه سیست دیگه اگه دو باشه پنج شده نمیتونه نظر به این قیمت از دریافت میشه درست است خب شاگرد عزیز مال چی میکنم شاگرد عزیز امیره به شکل چی نوشته میکنم به شکل سمبولای ریاضی دیگه به جای خانه خالی و دایره میتونیم از حروف های دیگه از حروفای انگلیسی میتونیم استفاده کنیم نوشته کنیم دو زب داره به جای خانه خالی ما ایکس نوشته میکنم دو زب در ایکس جمع به جای دایره هم چی نوشته میکنم وای مساویست با ده سهیست؟ پس x ما و شما این دو x هم که این را قبلا خواندیم بین عدد و و چی؟ و حروف اگر هیچ علامه نوانیم عملی چی است عملی ضرب است میتونیم به شکل نوشته کنیم دو اکس جمع وای نوشته کنیم دو اکس جمع وای مساوی است با ده پس من اگر ایکس متحول بگیرم وای میشه مجهول و اگر وای متحول بگیرم ایکس میشه مجهول درست است پس بس یک داره که تو کدام متحول بگیر، در کدام قیمت دست کنی اول قیمت دست کنی و او قیمت دوم او چی میشه او مجهول میشه او رو باید دریافت کنی درست است پس شاگرد عزیز به ما و شما فرق متحول و مجهول خوب چی است حالی به ما شما چنین فرمول به ما شما داده میشه چنین معادلی داده میشه بعد میگه که چی کن ایکس خود به تو عدد چی میته میگه x به عنوان مثال یک وز کو و قیمت وای دریافت کو درست است پس دقیقاً میتونیم به شکل چی کنیم نوشت کنیم و دریافت کنیم پس شاگرد عزیز مجه متحول چی است همو حروف انگلیسی همو سمبولای هر چی است فرق هر کدام میتونیم استفاده کنیم ما بیشتر از حروف انگلیسی استفاده میکنیم صحیح است که ما هر عدد دلخواه رو میتونیم به جای از او وضع کنیم یا قیمت گذاری کنیم و مجهول چی است مجهول نظر به قیمت از او، نظر به قیمت متحول دریافت میشه درست است فرق متحول و مجهول فهمیدیم خب شاگرد عزیز تخت رو پاک میکنیم سوال بیشتر کار میکنیم پس با ما همراه باشید شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی چند مثال دیگه کار میکنیم درست است از مچون و متحول به عنوان مثال پس من اشتا میکنم مثال سوال به ما شما به شک میته یک تا رابطه به میته به ما شما به مثال یک معادله میته که 3x جمع 5 مساوی است با y این به ما شما داده گفته که قیمت x به جای قیمت x خودش عدد برد میته گفته x مساوی است با به شک کنیم یک تا جدول بر ما شما میکشه x قیمت به ما شما داده یک دو منفی سه سفر پنج سایس گفته قیمت ایکس به ما شما داده پس x چی گرفته شگرد عزیز یک عدد دلخواه گرفته سایست. پس x متحول است و وای مجهول است گفته قیمت های ها دریافت یعنی ما اگر x یک واسه کنیم وای چند میشه بجا اگر به جای دو واسه کنیم وای چند میشه به جای اگر منفی سه واسه کنیم وای چند میشه به جای اگر صفر واسه کنیم وای دریافت کو و اگر پنج واسه کنیم وای دریافت پس ما بریم یک یکی را دریافت میکنیم شگرد عزیز پس ما دای نوشتن میکنیم اگر قیمت x یک و کنیم بجا یک پس میشه سه ضرب در یک بین عدد و قوس هیچ عملی نباشد عملی چی است عملی ضرب است سه ضرب به یک ماندیم چون گفته یک خودش سه جمع یک سه ضرب در یک جمع پنج مساوی است با وای سه است؟ خب چی میشه سه یک میشه سه جمع پنج مساوی است با 8 پس 8 مساوی است با وای. پس وای ما و شما چند شد 8 شد پس اگر یک بر شود چی میشه 8 میشه سه است؟ خب دو رو وزن میکنیم پس میشه سه ضرب در دو جمع پنج مساوی با وای خب سه دو میشه شش شش جمع پنج چند میشه؟ شش جمع پنج میشه یازده پس وای مساوی است با یازده درست است شاگرد عزیز؟ پس چی میشه؟ قیمت وای یازده دریافت شد اگر منفی سه وز کنیم پس میشه سه دقت کنید در سوال این سه ثابت است فقط به با جای باید قیمت وز کنیم سه ضرب داره منفی سه چون منفی سه به شما گفته سه جمع پنج مساوی با وای خب سه زبدر سه چند میشه؟ سه سه نو مثبت در منفی منفی نو آفرین پس این منفی نو منفی نو با مثبت پنج چی میشه شاگرد دازیز؟ هم علامه نیستن باید از هم کم شو علامه عدد بزرگتر پس میشه منفی چار پس وای مساویسته با منفی چار سهیست؟ خب اگر قیمت ایکس صفر وز کنیم حالی چی میشه؟ پس میشه سه زبدر صفر جمع پنج مساویست با وای سه ضرب در صفر میشه صفر صفر جمع پنج هم میشه چند میشه پنج پس وای مساوی است با پنج پس اینجا چند دریافت شد پنج دریافت شد سایز شاگرد عزیز؟ است حالی اگر قیمت یک چند وز کنیم پنج واسه کنیم یعنی باید جای عدد پنج قیمت گذاری کنیم پس میشه چند سه ضرب در پنج جمع پنج مساوی است با وای پس شاگرد عزیز دقت کن در معادله ما چی بجا قیمت چند پنج وز. چون خود سوال با ما شما گفته صحیح پنج رو کردیم خب چی میشه؟ سه پنج پانزه پانزه, پانزه جمع پنج میشه بیست پس وای مساوی شد با بیست شاگرد عزیز صحیح شد پس شاگرد عزیز و گرامی یک معادله به ما و شما داده میشه معادله دو متحوله دو تا چی داریم ایکس داریم وای داریم خب یک شر متحول میگیره یک شر مجهول یعنی چی یک شر به تو قیمت چه میتا یک دیگر میگه تو برو دریافت کو و بسیار میتونیم دریافت کنیم درست پس مجهول و متحول فامیدیم. درست در شاگرد از تفاوت بینش هم که فا چی است متحول چی است هر عدد دلخواه قیمت میتون به وصف کنیم اما مجهول چی است مجهول قیمت از اون نظر به قیمت متحول دریافت میشه درست است خب یک مثال از این کار کنیم خب شاگرد عزیز و گرامی پس عنوان اول درس امروز خواندیم و او چه بود مجهول و متحول و فرق قضیه دارم و فهمیدیم که چی است مثالم کار کردیم اما عنوان دوم و شما چی است شاگرد عزیز رابطه رابطه چی است رابطه در دنیای واقعیت خوب وجود داره شما دیدین دیگه رابطه به عنوان مثال شما و بیادرتون چی است رابطه بیادری دارین دیگه نه درست است پس یک رابطه وجود دارد بین عنوان مثال شاگردای مکتب و استاد مکتب چی میشه رابطه شاگرد استادی وجود داره درست هست؟ یک رابطه بینشون وجود شاش... اونا شاگرد هستن و او چی است او استاد هم که استاد است پس رابطه شاگرد استادی وجود دارد پس در دنیای واقعیت یک رابطه وجود داره یک رشته اجتماعی بین چند نفر میتونه باشه او چی میگیم با او میگیم رابطه اما در دنیای ریاضیات شاگرد عزیز بین اعداد رابطه چی میشه میتونه باشد میتونه با توجه به عملیات ریاضی رابطه وجود داشته باشد سایست خب با مثال ما سوال باز کار میکنیم با مثال یک مثال براتون میزنم در دنیای ریاضیات میگیم که ما و شما اگر یک مربع داشته باشیم زل از دو باشد سایست مساحت از چند میشه مساحت از او آفرین ما فرمول یاد داریم دیگه زل از بتوان دو یا زبدر خودش میکنیم نه دو زبدر دو مساحت از چی میشه 4 سانتی میشه سایست 4 سانتی مربع اگر یک مربع داشته باشیم یک زل چند باشد پنج باشد مساحت از چند در با پس رابطه شاگرد عزیز رابطه بین یک زل و مساحت مربع میشه میشه زل به توان دو به توان دو باید برسیم تا مساحت از اون چه شک دریافت شود درست است پس یک عملی ریاضی وجود دارد پس رابطه بین اعداد در دنیای ریاضیات با توجه به عملیات ها تعریف میشه عملی های ریاضی ضرب میتونه باشه جمع میتونه باشه منفی میتونه باشه توان میتونه باشه جذر میتونه باشه صحیح پس هر عملی ریاضی باشه میتونه رابطه را تعریف کنه درست است پس شاگرد عزیز میریم سر تخته و با مثال براتون تشریح میکنیم که رابطه در یا زیاد چی است پس همراه ما باشید خود خب، شاگرد عزیز و گرامی عنوان دوم درس در امروز ما شما چی است رابطه گفتیم رابطه چی است یعنی در دنیای واقعیت و در دنیای ریاضیات گفتیم بین اعداد متان رابطه وجود داشته باشد و او با چی او رابطه با توجه به چی تعریف میشه با توجه به عملیات ریاضی من یک مثال آسان کار می رابطه از راه دریافت می که چی است رابطه بین یا؟ پس دقت کنید شاگرد عزیز با عنوان مثال چی است معادد به شکل اعداد یک جذر جور کنم اعداد ما و شما باشد با عنوان مثال 3 دو یک پنج سه است اینی نظر به عدد سه باشد پنج اینی باشد چهار، اینی باشد سه و اینی هم باشد افت بین دسته اول عدد دسته دوم عدد سه است بین هر عدد که پیش خودش بالا پایی نوشته شده چی رابطه وجود دارد؟ شاگرد عزیز میبینیم که سه شده پنج دو شده چهار، یک شده سه پنجم افت در مقابل سه پنج است دو چهار است یک سه است پنجم هفت است چرا شاگردی چه رابطه وجود دارد میبینیم که بسیار آسان است میگیم که چی دسته اول دوم دو تا از دسته اول بیشتر هستند یعنی دسته اول جمع دو شده دسته دوم دریافت شده سه جمع دو چند میشه میشه 5 دو جمع دو چند میشه میشه 4 یک جمع دو چند میشه سه پنج جمع دو هفت یعنی کل از یک رابطه بینشان وجود داره رابطه مشترک بینشان هست خب من دسته اول نامش میگیرم ایکس میتونه قیمت های x باشه و دی دوم نامش میگیرم y. سیست میتونه قیمت های وای باشه پس بین x و y. چرا به تفاول شکل ده عزیز میگیم x اگر جمع دو بسازیم وای دریافت میشه درست است پس x ای. قیمت هاش همیاست بر هر قیمت رابطی که پیدا میکنیم شکل عزیز باید بین همه مشترک باشه دا سیست با عنوان مثال به شک نباشه دقت کنید ما شما ایر داریم x داریم ایر وای داریم این باشد با عنوان مثال چند باشد صفر یک دو خیست؟ ای چی باشد؟ ای باشد یک ای باشد دو ای باشد, دو؟ ای باشد پنج رابطه بین یا چی است؟ خود چک میکنیم بگیم به صفر یک تضافه شده شده یک به یک یک شده شده دو به دو یک اضافه شده شده پا ای با و 5 پس رابطه نیست بینشان رابطهش باید بفهمیم چی است رابطه پس رابطه که ما شما میکنیم بین همه باید مشترک باشد برای هر عدد جواب سیست؟ پس رابطه باز ما میگیم که رابطه چی میشه شاگرد چی رابطه وجود دارد خب فعلا فعلا این رابطه پس چی است این رابطه را که من بدیازی نوشته کنم x جمع 2 میشه چند میشه شده y پس من نوشتم میکنم رابطه از این ای ای را نوشتم میکنم پس با دیگر رنگ نوشته کنم عزیز پس رابطه ما و شما میشه اگر x ما و شما جمع دو بسازیم چه قیمت y دریافت میشه رابطه بسیار آسان است x جمع دو مساوی با y درست است؟ پس رو بین x و y یعنی رابطه وجود دارد که اگر قیمت x با 2 جمع شود y دریافت میشه پس این رابطه ما و شماست خب شاگرد عزیز حالی رابطه ای که ما شما تعریف کردیم x جمع دو مساوی با وای مثال که زدیم صحیح است اینا ما میتونیم چیکار کنیم هر x و وای داخل یک جور مرتب نوشته کنیم پس این رابطه رو ما جور مرتب شکل نوشته کنیم میشه سه و 5 سه، وای 5 پس به این شکل میشه 3 و 5 دیگه چند دو و 4 آفرین دو و 4 جور مرتب دیگه چی میشه یک و سه. سهیست دو چهار نمیشه یک و سه پنج و هفت هم نشته کردیم پنج و هفت پس میتونیم چی کنیم عناصر رابطه را هم ایکس هم داخل جور مرتب نوشته کنیم به شکل ما و شما میتونیم رابطه را نوشته کنیم پس رابطه را یا به شکل جدول میکشیم یا به شکل نوشته میکنیم سهیست و یه هم چی از فرمول رابطه ما و شماست درست است خب اگر فرمول با ما شما بتا شاگرد عزیز ما میتونیم ایکس قیمت واسه کنیم وای میتونیم دریافت کنیم سوال قبلی کار کردیم ایکس ما شما قیمت داد و وای دریافت کردیم درست است اگر جدول با ما شما بتا باید فرمولش بتونیم نوشته کنیم چه رابطه بین ایکس وای وجود دارد یک از دیسار ایکس میگیریم و یک تای دیگر وای میگیریم صحیح بین اون رابطه رو باید دریافت کنیم حال شاگرد عزیز دزی دزی رابطه چه رابطه وجود دارد دیدیم که جمع یک نمیشه اگر ایکس جمع یک کنیم وای دریافت نمیشه درست است خب رابطه همیشه به یاسانی نیست شاگرد از من یک رابطه بسیار آسان مثال زدیم و فهمیدیم چی رقم شد نه اما دزی رابطه اگر دقت کنیم صفر جمع یک شده یک یک جمع یک هم شده دو اما دو جمع یک میشه سه پنج اگر سه بود خاصی بود میگفتیم ایکس جمع یک مساوی است با وای اما دزی رابطه دقت کن شاگرد عزیز به شک میشه ایکس مربع جمع یک مساوی است با وای این رابطه است یعنی من ایکس مربع میسازم جمع یک میکنم و وای دریافت میشه دقت کنید صفر مربع چند میشه صفر مربع میشه صفر چون صفر ضرب صفر صفر است جمع یک بسازید این یک ثابت است میشه چند یک اینی یک دریافت شد خب اینی یک مربع یک ضرب در یک میشه یک بس ما نوشته کنم نگاه شاگرد عزیز مگه قیمت بونم وای دریافت میام یا دریافت میشه ببینید مثال صفر میشه صفر مربع جمع یک خب چند میشه صفر مربع صفر جمع یک میشه یک وای پس وای خب دو یک بان یک مربع جمع یک مثلا یک مربع میشه یک یک جمع یک مساوی با دو دقیقه همو قیمت وای دریافت شد اگر دو بانم چی میشه دو مربع جمع یک دو مربع چند میشه دو دو میشه چهار جمع یکت میشه پنج سیست؟ که دقیقه هم قیمت پنج وقت شده حال شاگرد عزیز اگر با ما شما بیا بگه, بگه که یعنی قیمت x اگر سه باشد وای میتونیم دریافت کنیم بله چون رابطهش رابطه چی است مربع مربع جمع یک مساوی است با وای. خب سه ربع کو ببین چند میشه؟ در قیمت وای در دراف در کو پس میشه سه سی مربع. است؟ جمع یک مساوی میشه با وای. خب سه مربعت میشه. شاگرد از این سه مربع, مربع. نگه 6 ها بگی 3 2 6. من دیدم بعضی شاگرد غلط میکنه. 3 2 غلط است. سه مربع یعنی سه ضرب در سه. یعنی دو بار در خودش ضرب کن سه مربع معناش از سه ضرب سه 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 چند میشه نه میشه آفرین پس این میشه این میشه نه نه جمع یک ده پس ده مساوی با وای پس وای ما شما چند شد ده شد پس چون حال رابطه رو ما شما فهمیدیم چی است حالا هر قیمت ایکس با ما شما تا وای میتونیم دریافت کنیم درست است پس شاگرده عزیز دیدیم که رابطه چی گفتیم که رابطه بین دو عدد با توجه به عملیه های ریاضی تعریف میشه خب یک دسته از اعداد به ما و شما میته دسته دوم میته باید بین یا رابطه دریافت کنیم و رابطه ای که بین همه مشترک باشد او رو باید دریافت کنیم خب رابطه بسیار آسان است اما دیدیم کمی رابطه میتونه کمی مشکل تر باشه و حتی از این مشکل تر میتونه باشه که فعلا نوار کار نداریم ولی در درس ما شما در کتاب ما شما رابطه های بسیار آسان ها گفته صحیح است که بیا شاگرد عزیز گفتیم رابطه رو ما میتونیم در چه در جوره های مرتبم نوشته کنیم همیشه دقت کنید شاگرد عزیز بسیار نکته مهم است همیشه اول x رو نوشته میکنیم و دوم وای نوشته میکنیم اول x، دوم وای اول x، دوم وای سیس خب حالا اگر یادتان باشد در گذشته ما شما شبیه چی است یا شبیه مختصات نقاط در مستوی هستند دیگه x y میتونیم میاره چی کنیم پیدا کنیم در روی سیستم کمیات وضعیه درست است پس من این این رابطه رو پاک میکنم امور ما گرافش بکشیم پس شاگرد عزیز ما و شما اگر یک رابطه داشته باشیم ما و شما رابطه رو را بفهمیم میتونیم قیمت ایکس رو کنیم با ما و شما بتا قیمت وای میتونیم دریافت کنیم و به شکل جور مرتب میتونیم را چه کنیم شاگرد عزیز را نوشته کنیم حالی که جور مرتب نوشته کردیم همون چی میشه مختصات نقاط در مستوی میشه مستوی کارتزیانی درست است پس میتونیم دریافت کنیم پس ما همیار دریافت کنیم شاگرد عزیز دقت کنید سایس یعنی سیستم چی باشد کمیات وضعی ما و شما باشد یک دو سه چار پنج شش اش افت اشت نو یک دو سه چار پنج شش اش افت اشت نو منفی یک منفی دو منفی سه منفی چار منفی پنج منفی یک منفی سه است همجا بس است. میتونی دریافت کنیم خب اول جور مرتب اول ما شما چی هست؟ x گفتیم اول x است. دوم y است x ما و شما سه y ما و شما پنج پس یک دو سه ای و پنج یک دو سه چهار پنج چون اردوش مثبت است در قسمت مثبت انتخاب کرده می این بر مثبت است یا بر منفی است بالا مثبت است پایین منفی است سه گذشته ما و شما بود دیگه نه یا رو بهش به همدیگه دیگه مرسان وصل میکردیم این نقطه میشه نقطه اول ما و شما صحیح است 3 و 5 خب دو و 4 رو میتونیم چی کنیم پیدا کنیم 2 و پیدا کن x2 y4 x2 y ما و شما 4 1 2 3 4 دقیقاً اینجا میشه شا شا عزیز این. سه است؟ یک و سه میتونیم وز کنیم x یک وای سه ده اینجا میشه و پنج و افت هم میتونیم وز کنیم سه چهار اینی هم پنج و هفت پنج شش اینی هم میشه هفت سیست اینی نقطه هم میشه سیست خب شاگرد از ما یه را به هم وز کنیم یک تا خط مستقیم میشه و این را میدامه میتیم درست است؟ پس چی شد؟ رابطه رو ما گراف رابطه رو میتونیم رسم کنیم پس با ما و شما شاگرده عزیز اگر یک رابطه بیته ما و شما قیمت یک دلخواه دلخوا خودمون چون این چی هست؟ ایکس رو متحول میگیریم و وای مجهول در نظر میگیریم قیمت X رو ما و شما خود دلخواه میتونیم واسه کنیم و قیمت وای دریافت کنیم اگر با ما و شما جدول به تبع رابطش دریافت کو باید حد بزنیم ببینیم که بین X و وای چه رابطی وجود دارد و رابطی که بین همه باید مشترک باشد خب حال یک رابطه با ما و شما داده ما و شما این قیمت و X خود ما واسه میکنیم وای دریافت میکنیم حال گراف رابطه رو را میتونیم بکشیم بله چون ما میتونیم امی X و y به عنوان جوره مرتب در نظر بگیریم حال جوره مرتب چی بودن همون مختصات چی بودن نقاط در مستوی کارت زیانی. درست است همون سیستم کمیات وضعی خود ما و x و y پس میتونیم گرافش شه راه نقاط دریافت میکنیم و با همدیگه وصل میکنیم چی میشه گراف رابطه ما و شما میشه درست است خب پس ما و شما شاگرد عزیز اگر یک رابطه داشته باشیم میتونیم گراف از رسم کنیم دقت کنیم میتونیم گراف از رسم کنیم درست است پس درس امروز ما و شما امی بود و خلاص شد رابطه را دیم. و گراف رابطه را میتونیم رسم کنیم Oh <sweak> no خب شاگرد از این گرامی عنوان دومم هم خواندیم چی است رابطه را خواندیم و دیدیم که گراف رابطه را بسیار آسان میتونیم رسم کنیم درست است فقط در متحول ما و شما دلخوا عدد وزن میکنیم قیمت میمانیم و قیمت مجهوله دریافت میکنیم نظر به قیمت متحول میتونیم باید دریافت کنیم و وارد یک جور مرتب میندازیم حال جورای مرتبه چی است عمو مختصات نقاط هستند دیگه و عمو ایکس و وای در سیستم کمیت وضعیت میر پیدا میکنیم و اون نقاط به هم دیگه وصل میکنیم و گراف رابطه رسم میشه به ما و شما است. اما کارخانگی کارخانگی چی شاگرد عزیز کارخانگی تمرین های صفحه 208 و 210 کتاب کار کنید و با ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 خب شاگردای عزیز و گرامی پایان درس دوم از فصل نهم خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا